من اسمم پژمانه، 39 سالمه و اصالتا هم ایرانی هستم. من قبل از مسیحیت طی اجبار یا به اجباری که داشتم توی دین اسلام بودم، یعنی اسلام رو پذیرفته بودم و قبل از مسیحیت با باورهای اسلامی زندگی میکردم و بعد از مسیحیت اون باورها رو گذاشتم کنار. ولی اگر میخواییم بدونین، قبل از مسیحیت با باورهای اسلامی زندگی میکردم. اجبارهایی که توی جامعه به عنوان فرهنگ جا افتاده، به عنوان چیزی که یک ملاک قرار گرفته برای کسی که توی ایران زندگی میکنه، از طرف خانواده‌ای که سنتی فکر میکنه و سنتی تصمیم میگیره و سنتی در جامعه حضور داره، و اون باورهای اجتماعی که اون اسلام رو بر تو اجبار میکنه. من با این اجبار از اوایلی که وارد مسیحیت شدم نمیدونستم که راه قبلی به اشتباهه، چون ورود من به مسیحیت بر اساس تغییر باور نبود. یک ورود خیلی نرمال و معمولی بود که دوست داشتم یک چیز جدید رو ببینم. یک چیز جدیدی بود که داشت برام اتفاق میافتاد و من خیلی نرمال بهش نگاه میکردم و خیلی معمولی بهش نگاه میکردم و خیلی دوست داشتم بیشتر باهاش آشنا بشم. ولی بعد از اینکه وارد مسیحیت شدم و ایمان آوردم و ایمان رو پذیرفتم، باورهام تغییر کرد. یواش یواش نهادینه شد درون من و یواش یواش خواه نخواه ما مقایسه میکنیم با قبل از بک‌گراند خودمون در اسلام. هر ایمانداری خودش رو مطمئنا مقایسه میکنه با زمانی که در اسلام هست. خب وقتی مقایسه میکنی، یواش یواش رو به جلو میری در زندگی روحانی، متوجه میشی که خیلی از باورها غلط بوده و خیلی اشتباهات رو داشتی. خوشحال میشی از اینکه راه اشتباه رفته رو داری درست میکنی. اینکه من چطور با مسیحیت آشنا شدم خیلی جالب بود، چون اصلا قبل از زندگی مسیحی من به همه چیز فکر کرده بودم غیر از اینکه وارد زندگی ایمانی و مسیحی بشم. وقتی که وارد این کشور شدم دوستانی داشتم که مسیحی بودن، ولی اصراری به اینکه ورود کنید به کلیسا و بشارت بگیرم نداشتم. ولی من خودم خواستم، یعنی خودم خیلی خیلی مشتاق بودم که فقط از دور ببینم و تماشا بکنم. وقتی که ولی به شکل زیبایی وارد چیز شدم، کلیسا شدم. چون یادم اون روز مثلا اولین باری که وارد کلیسا شدم، کسایی بودن که تو گروه پرستش نیومده بودن گیتار بزنن و منم خیلی دوست داشتم که گیتار بزنم. اون روز توی گروه پرستش برای اولین بار با اینکه ایمان نداشتم نشستم گیتار زدم و توی گروه پرستش بودم. این شاید نقطه عطف، اون موقع نمیدونستم که نقطه عطفیه، ولی شاید به نظر من با اینکه خیلی معمولی، ولی به نظر من بهترین، خودش بهترین نقطه ورود در قلب من. من خیلی دوست داشتم اینجوری وارد کلیسا بشم و جلسات متعددی وارد کلیسا شدم و بیشتر آشنا شدم، بیشتر پذیرفتم، بیشتر لذت بردم از اینکه در جمع مسیحی هستم. اینجوری شد که ادامه دادم رفتن به کلیسا رو. خب من فکر میکنم اون ابهامی که همیشه برای ما یک نقطه پررنگی در زندگی همه ما ایرانی ها هست، مخصوصا کسانی که بک‌گراند اسلام دارن و با دین دیگه آشنا نیستن، این یه نقطه خیلی خیلی پررنگه که یک ابهام خیلی بزرگی در ذهنشون هست که هیچ وقت اجازه این که با چیزی آشنا بشیم اون نداشتیم در کشور. و وقتی که خروج میکنی از کشور، با اولین چیزهایی که برات ابهام داره وقتی آشنا میشی برات جذابه. یکی از اون چیزها باورهاته. وقتی با باورهات شروع میکنی چیزهای باورهای جدید رو یاد میگیری، با اعتقادات جدیدی آشنا میشی، اینها برات لذت بخشه. برای من هم همین لذت بخش بود که بتونم با اعتقادات جدید، با باورهای جدید آشنا بشم. حالا شاید اون موقع به عنوان پذیرفتن نمیخواستم که بپذیرم، ولی دوست داشتم آشنا بشم با این باورها و ببینم اعتقادات به کجاست، اعتقادات من کجاست و اعتقادات دیگران در کجاست. این که من از کجا خودم رو مسیحی دونستم و کجا مسیحیت رو قبول کردم به عنوان یک اعتقاد و یک راه، حالا قبلا به عنوان یک، چون اینو میخوام بگم که ما چون همیشه بک‌گراندمون رو به عنوان یک مذهب دیدیم، شاید اوایل قضیه همیشه این رو به عنوان مذهب میدیدیم، ولی از اونجایی برای من یواش یواش مسجل شد این راه و این اعتقاد که و پذیرفتم که احساس کردم که اون چیزی که داره در من یک اتفاق بزرگ به وجود میاره مسیحیت است. اون چیزی که داره من رو تغییر میده مسیحیت است. اون چیزی که بعد از
سالهای سال تونسته یه تغییر بزرگی به وجود بیاره اون مسیحیت هست. اونجا که احساس کردم دارم تغییر میکنم، اونجا که احساس کردم دارم باورهام یک شکل دیگه میگیره و یک شکل درستری داره میگیره، اون موقع زمانی بود که من پذیرفتم که عیسی مسیح به عنوان کسی که داره در من تغییر ایجاد میکنه، اون موقع بود که من قبول کردم و پذیرفتم. نمیتونم بگم اون روز به خصوص، اگر منظورت که یک لحظه خیلی خیلی فوق‌العاده بود، نمیتونم بگم یک لحظه خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای بود، چون اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبی نبود، ولی این لحظه رو میتونم تقسیم بکنم توی یه مدت، یعنی بگم توی یک ماه، این یک ماه آخری که یعنی اون یک ماه، شاید بگم من دو ماه، قریب دو ماه طول کشید در کلیسا رفتم هفته‌های مداوم تا به عیسی مسیح ایمان آوردم، ولی اون دو سه هفته آخر میتونم بگم اون لحظه هایی بود که دیگه به اونجایی رسیدم که داره میتونم بپذیرم، چون این همون چیزیه که برای من داره اتفاق میفته و من سالهای سال منتظرشم و من سالهای سال انگار که نمیدونستم دارم به کجا میام و اینجا جاییه که قرار بوده برای من اتفاق بیفته. نمیتونم بگم توی یک لحظه خیلی شگفت انگیز، ولی اون یکی دو هفته آخری که من در کلیسا بودم یه چیزی مثل انگار که جوبی رو یهو رها میکنی و انگار یهو خودتو میسپاری به اون جوبه. اون اتفاق توی اون یکی دو هفته آخر افتاد. چه تغییراتی که باعث شد و چه تحولاتی باعث شد در من که این اتفاق بیفته، این که قبل از اینکه من به اینجا برسم به شدت آدم مضطربی بودم، چون توی یک اتفاقی من اصلا به این نقطه رسیدم و وارد کلیسا شدم، یعنی به سبب این پناهجویی و به سبب اجباری که داشتم از کشور خارج شدم، ولی اون روزی که از کشور داشتم خارج می‌شدم نمی‌دونستم مسیرم به اینجا ختم میشه، ولی در پریشانی کامل بودم، در اضطراب کامل بودم و پر از خشم و پر از خشونت بودم من روزی که وارد کلیسا شدم، به خاطر اینکه خسته بودم از خیلی اتفاقای قبل از خودم. اون اتفاقات، یکی از اون اتفاقات این آروم کردن و این صبر بود، این آرامشی بود که احساس کردم که میتونم ازش آرامش بگیرم. حالا میگم خیلی اوایل نمیتونی بگی که من آدمی نبودم که بگم بلا فاصله آرامش گرفتم ازش، خیلی 100% آروم شدم، نه، ولی احساس کردم میتونم ازش آرامش بگیرم و این قسمت ماجرا بود. قسمت بعدی دیگه این بود که من بازم میخوام پرانتز باز کنم نسبت به بک‌گراند اسلامی که داشتم، این یک فوبایی به هست که همیشه همراه ما هست، یک ترس از اینکه آیا اعتقاداتت میخواد عوض شه، و من همیشه دنبال این پیگیر این قضیه بودم که بتونم یه جایی اعتقادات خودم رو یه تکونی بهش بدم، چون دوست نداشتم کنار نمیادم باهاش. یکی دیگه از اون تحولات این بود که احساس کردم با این اعتقاداتی که دارم پیش میرم و میبینم راحت‌تر میتونم کنار بیام، راحت‌تر میتونم بپذیرم، راحت‌تر میتونم قبولش کنم. شاید نسبت به دیدگاه قبلی اعتقاداتی که داشتم میدیدم منطقی‌تر به نظرم میرسیدن. این منطقی به نظر رسیدن اعتقادات و باورها کمی بیشتر کمک کرد. شاید یه کمی هم تحولات بزرگی هستی این منطقی بودن باورها و اعتقاداتی بود که میدیدم. آره، اگر رو یکم محبت رو نمیدیدم، محبت هم یک قسمت دیگه از بخش کلیسایی بود که من تازه داشتم میدیدم و با این بخش کلیسا داشتم آشنا میشدم که خیلی محبت دارن به هم دیگه، همه دارن به هم محبت میکنن و من نمیدونستم یک روزی محبت بالاترین چیزیه که در این را قرار ازش یاد بگیرم. این هم یک بخش دیگه شد. چه تحولاتی برای من اتفاق افتاد بعد از اینکه وارد مسیحیت شدم؟ اول اینو میخوام بگم، من قبل از اینکه وارد مسیحیت بشم به همه چیز فکر کرده بودم غیر از اینکه وارد مسیحیت بخوام بشم. من به همه چیز، به همه نکاتی که در ذهن یه آدم ممکنه نقش ببنده فکر کرده بودم غیر از اینکه یک روز بخوام به مسیح ایمان بیارم. اون روزی که وارد مسیحیت شدم شاید تا قبلش خیلی اتفاقات و تحولات خیلی ویژه‌ای نیفتاد، ولی یواش یواش وارد زندگی روحانی شدن شروع شد برای من تحولاته، چون من فکر نمی‌کردم یک روزی بخوام وارد مسیحیت بشم، همونجوری که گفتم، و بخوام خادم بشم و بخوام خدمت بکنم و بعدش بخوام بشم خادم رسمی کلیسا یا بخوام بشم واعظ کلام خداوند یا که بخوام یه جوری بخوام اینجوری بیشتر خودم پررنگ‌تر نشون بدم در کلیسا. اتفاقات در زندگی روحانی من در ادامه افتاد، یواش یواش زندگی روحانی من شکل گرفت، یواش یواش بیشتر تونستم آشنا بشم، خودم رو
خودم رو بیشتر وقف کلیسا کردم، خودم رو بیشتر وقف آدم‌هایی که دور و برم ایماندار هستن کردم. این تحولات اینجوری شکل گرفت و طی 5 سال گذشته که من وارد کلیسا شدم تا الان میتونم بگم یکی از باور نکردنی‌ترین اتفاق‌های زندگی من اتفاق افتاد که هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم، اینکه یک روزی من خادم کلیسا یا واعظ کلام خداوند بشم. پژمان امروز با پژمان 10 سال پیش خیلی تفاوت داره. پژمان 10 سال پیش پر از دیدگاه‌های محدود بوده، نه هم بر اساس باور، هم بر اساس اعتقاد، هم بر اساس زندگی روحانی، هم بر اساس زندگی شخصی. پژمان 10 سال پیش توی یک پژمان به شدت کوری بود در زندگی. اگر از الان بخوام نسبت به اونجا نگاه بکنم، نسبت به 10 سال پیش خودم بخوام نگاه بکنم، یه آدم کوری که اعتقادها و باورهای کورکورانه و در یک مسیر به شدت تاریک داشتم اومدم می‌کردم. شاید این کسایی که در 10 سال پیش من هستن اینجایی که من هستم رو نمیتونن باور بکنن، چون اگر برسن اینجا نمیتونن 10 سال پیش خودشون رو باور بکنن. 10 سال پیش به شدت تاریکی بود، ولی الان که دارم نگاه میکنم میبینم آره، من خیلی تو زندگیم بهتر رشد کردم وقتی که وارد ایمانم شدم، خیلی بلوغ بهتری پیدا کردم، چه از نظر تفکری، چه از نظر سبک زندگی، چه از نظر تصمیم گیری، در همه نقاط. چیزی که تو رو تمام نقاط زندگی تو تاثیر میذاره دیگه زندگی روحانیته. و این دست و الان اینجا جایی هستم که نمیتونم مقایسه بکنم خودم رو. 10 سال گذشته، نمیتونم. دوست دارم بگم که وقتی ما بر این باور هستیم که میگیم به خداوند اعتماد بکنین، این روز روزیه که به من ثابت میشه که تو اگر به خداوند اعتماد کنی، خداوند اونجایی رو به تو نشون میده که تو در موردش هیچ وقت فکر نکردی، تو در موردش هیچ وقت تفکر نکردی، رویا بافی نکردی، تصمیم نگرفتی. حتی قسمت قشنگ زندگی جایی بوده که من هیچ وقت نمیدیدم. میخوام بگم که قسمت‌های قشنگ زندگی هامون اونجایی هستن که ما شاید هیچ وقت ندیده باشیم، ولی وقتی به خدا اعتماد بکنی اون اتفاق قشنگی براتون میفته. و چیز دیگه ای ندارم بگم.